بلکه دوستان یه ذهنیتی نسبت به این پایگاه و اینکه چه دستاوردی هستش و ذهن آماده بشه ببینیم که تاریخچه‌شو بررسی بکنیم، شهرهای زیرزمینی رو، و اینکه چقدر میتونه به ما یک پدافند غیرقابل مناسبی باشه برای کشور ما تو حوزه پرنده های با سرنشین. اون کلیپ رو شما بذارید دوستان ببینن. ایمام خب کلی به پایان رسید. اگه صدای من دارید کلبان؟ بله بله. این پایگاه آقاب 44 که رو نمایی شد، یک نخست خاطر ما رو جمع میکنه در مورد اینکه خریدهای تازهی که داره میاد برای اینها به عنوان دارایی های ارزشمند جانمایی شده. مسئله بعدی که وجود داره، اگر ما تاریخچه‌اش رو می‌بینیم، مثلا خرداد همین امسال نخستین شهر زیرزمینی ارتش پایگاه پهپادی 313 رو نمایی شده بود، ولی این پایگاه به دو منظور است، هم پهپادها هم انواع جنگنده‌های با سرنشین درش حضور دارن. فانتوم‌هایی که می‌بینید از فانتوم‌های بروز شدن، انواع اقسام مهمات موشک‌های ساخت داخل و موشک‌های بمب های استاندارد فانتوم ها رو میتونن هم بکنن. ما اونجا موشک های بمب های دقیق بینا رو دیدیم، بمب های لیزری رو دیدیم، بمب های سری مارک رو دیدیم. میبینید که پایگاه کاملا راحت جنگنده ها میتونن بیان برن. این به خاطر اینه که ما چون راهبردمون، راهبرد کلانمون، راهبرد پدافندی هست، تمرکز داریم بر روی ضربه دوم، یعنی در اقدام اولیه ما هیچ اقدامی نمی کنیم. اما اگر دشمن اقدام بکنه، ما باید شرایط این رو داشته باشیم که بتونیم پاسخ بدیم. در طول پیدایش نیروی هوایی در کشور ما، همیشه به ویژه از دهه 40 که توسعه پیدا کرد نیروی هوایی ما، تجربه های روز دنیا رو ما همیشه اعمال می کردیم. مثلا تجربه جنگ اعراب با اسرائیل رو ما می‌دیدیم که اعراب یه اشتباهی که کرده بودن، جنگنده‌ها توی شیلتر نبودن بدون طول استتار و به صورت قطاری، یعنی اصلا کمترین دقت رو می‌خواست خلبان اسرائیلی راحت اینا رو با توپ جنگنده خودش میتونست اینا رو به توپ ببنده. خب ما شروع کردیم شیلتر سازی و اینا رو انجام دادن. امروزه بمب‌های ضد بتونی ساخته شده، سنگر شکن اصطلاح میگن، ساخته شده و شیلترها اونچنان که سابقا امن بودن امن نیستن. همونطوری که راهبرد ما در بخش موشکی به سمت شهرهای زیرزمینی رفتیم، سپس ما این رو در حوزه نیروی دریایی سپاه دیدیم، این الان و حتی تو حوزه های دیگه توی پدافند غیرعامل برای بخش تاسیسات صنایع دفاعی و هسته‌ایمون هم داریم زیر زمین. و اینجا معقول بود که نیروی هوایی توانمندی‌های خودش رو، دارایی‌های خودش رو که بسیار هم توی حوزه با سرنشین ارزشمند هست و چون خب غالب اینها
وارداتی هست و ما جنگنده سبک رو تونستیم بسازیم، جنگنده سنگین هنوز وارد طرحش نشدیم، برای ما یک دارایی راهبردی هست. میبینید که انواع اقسام جنگنده ها توی اون گزارش ها بود و توی اون پرتوها هستش که توی خبرگزاری ها F-14 توش هست، سوخو 24 توش هست، تمام جنگنده های بزرگ و کوچیک با سرنشین نهاجا در این رونمایی حضور داشتن. بعدی رو شما اگر نشون بدین میبینید که دارن از نیروهایی که اونجا هستن سام میبینن، توانمندی هایی که این پایگاه داره به صورت خود اتکا در شرایط رزمی، بخش آلرت داره، بخش سی پی یا پست فرماندهی داره، بخش سوخرسانی داره، اینجا مشخصات به صورت خلاصه داره معرفی میشه. تمام این بخش ها، بخش گردان نگهداری، تاسیساتی که بتونن از مهمات سوخت یا تعمیر و نگهداری این جنگنده های با سرنشین رو بتونن در این پایگاه انجام بدن، تا اون خیالی که دشمن میکنه در یک حمله ضربتی این توانمندی رو از ما بگیره، تا بتونه با خیال راحت هر جا از خاک ما رو خواست بتونه بزنه، این ازش گرفته بشه این فرصت و ما بتونیم در اقدام بعدی مثل اون اتفاقی که حالا به خاطر بی‌دقتی و آموزش ناکافی خلبانان عراقی و البته اطلاعات غلطی که بهشون آمریکایی‌ها دادن که ما رفتیم و نیروی هوایی ایران خونه خاله است، همه جنگنده ها داره خاک میخوره و دیدیم که اشتباه بودیم برآورد و تونستن ضربه متقابل بعدی رو بسیار خرد کننده بزنن و در ماهای اولیه جنگ حتی سیادت هوایی رو، یعنی برتری هوایی رو تبدیل به سلطه هوایی بکنن. اینجا این برای همون مسئله هست، منتها با پیشرفت بمب‌های سنگرشکن، موسوم به سنگرشکن، این پایگاه در اعماق زمین در زیر کوه‌ها احداث شده و خب در اولین شهر موشکی که رسما معرفی شد در سال 94 فکر کنم مهما در دیما تیمسار پوردکتان به عنوان فرمانده نیروی زمینی گفت چنین پایگاه‌هایی و چنین شهرهایی رو ارتش هم در اختیار داره. بعد از اون خب در بهار اردیبهشت کنم 95 بود که آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس اومده بودن شهر موشکی دیگی رو ازش بازدید کرده بودن. سالهای بعد قابلیت تیبار موشکی از این شهرها رو نمایش شد، شهرهای زیرزمینی نیروی دریایی سپاه و در نهایت به اینجا رسیدیم که حتی تاسیساتی که درش موشک ها ساخته میشه، یعنی صنعت موشک سازی هم به زیر زمین رفته بود که در اگه اشتباه نکنم رونمایی موشک دسفول بود که سردار حاجی زاده این رو نشون داده بودن. اینها نشون میده که بعد از اون که حالا پایگاه 313 پهپادی که اون البته تنها پهپادی بود در خرداد ماه امسال رونمایی شد و برای همه پهپادهای ارتش در اونجا حضور داشتن. اگر شماره 3 رو نشون بدید پهپادها رو هم نشون بده، این پایگاه عقاب 44 هم با سرنشینه هم بدون سرنشینه، توش پهپادها هم حضور دارن. بازم تاکید میکنم که انواع اقسام مهمات‌های استاندارد این جنگنده ها، حالا چه بلوک شرقی چه بلوک غربی، و مهمات‌های بومی که ساختیم از یاسین بگیرید تا بینا تا عرضم به حضور شما که موشک نصر هواپای اگه شماره 4 رو نشون بدید قشنگ زیر بارگذاری شده زیر فانتوم، بسیار موشک قدرتمندیه. یکی از معضلاتی که باز آدم یاد عملیات مروارید میندازه اونجا خب برد موریک خیلی کم بود، البته شانسی هم که داشتیم اوزاها فقط توپ‌های ضد هوایی داشتن که برد اونام کم، اما شناورها پیشرفت کردن در دنیا و موشک‌های پدافندی با خودشون هم می‌کنن. پس هر چقدر برد این موشک‌ها و بمب‌های هدف‌دقیق بیشتر باشه، جنگنده ما و خلبان نیروی انسانی ما میتونه از برد سامانه‌های پدافندی اون هدف، چه سطحی باشه چه سطحی زمینی باشه چه سطحی دریا پایه باشه،
در امان بمونه. این به خاطر اینه که ما خیلی اصرار داریم که به این سمت بریم. فکر کنم تقریبا همه چیز رو در مورد پایگاه عقاب 44 که گفته شده یکی از این شهرها هست و شهرهای متعدد دیگه هست و برنامه این هستش که تمام پایگاه ها یک چنین شرایطی رو داشته باشن. اگه پرسشی نیست ما بریم به بخش نه، یک پرسشی که هست این که خب این شهرهای به اصطلاح موشکی یا این پایگاه زیرزمینی دارای حالا چند خروجی هستند؟ اگر بله. خروجی اینها بسته بشه و حالا مورد اصابت موشکی قرار بگیره یا به اصطلاح حالا به هر طریقی جلوی اینها گرفته بشه، کارایی خودشون رو اینها از دست میدن، آیا برای این هم تمهیدی مثلا از پیش فکری انجام شده؟ چون ما همین نمونه شهر موشکی رو در زمان جنگ جهانی دوم آلمان در فرانسه ساخته بوده و هر چقدر میخواستن اینو بمبارون کنن نتونستن بمبارونش بکنن و فایده ای نداشته، ولی موقع که اومدن این ریل های مثلا که حتی آهنی که داخلش وجود داشته و به اصطلاح خروجی ها و ورودی هاشو زدن، میشه گفت از کار انداختنش. برای این چه چیزی به اصطلاح اندیشیده شده؟ آیا واقعا اون عمق چیزی که وجود داره به دسترسی بهش خیلی غیر ممکن هست و خیلی دور از ذهنه یا نه به این صورت نیست؟ ببینید در اون زمان اگر دقت بکنید دیگه دوره های آخر نازی ها بوده که این اتفاق افتاده و اینا پوشش هوایی رو از دست داده بودن و پدافندن به این پیشرفتگی امروز نبوده و یه مسئله هم که وجود داشته این بوده کاملا از مدارم خارج نشده بودن از طریق غیر ریل، منتها انقدر چجوری بگم سرعت و شتاب وقایع در جنگ بسیار شدت گرفت که به صورت زمینی اینا می‌خواستن با کامیون در حجم کمتر مهمات برسونن یا تجهیزات که نیاز بوده برسونن، دیگه پاسخگو نبوده و بهترین مسیر ریل بوده که این از مدار خارج شد، دیگه از حیث انتفاع ساقط شدن اونا، نه که کاملا از رده خارج بشن، ولی خب اون 100% عملیاتی بودن خودشون رو از دست دادن. یه مسئله دیگه که وجود داره، انقدر این باز موفق بوده این تجربه با توجه به اون شرایط، حتی ما میبینیم که بعد از جنگ جهانی و در اوج جنگ سرد و حتی پس از اون کشورها از این تجربه استفاده کردن. ما تنها کشوری نیستیم که این کارو داریم می‌کنیم. تو همین زمینه پایگاه هوایی مثلا ایتالیا این رو داره، سوئد که مرزهای بزرگی داره با شوروی سابق و روسیه فدراسیونی امروزی و فنلاند، اینا یک چنین شرایطی رو، یک چنین پایگاه‌هایی رو دارن. کره شمالی داره، چین داره، روسیه داره. کشورهای زیادی از بلوک غرب و شرق و عالم چنین چیزهایی رو تبیه کردن. ما تازه داریم اینا رو رونمایی می‌کنیم و ما هم از اون تجربه استفاده کردیم. حالا شما فکرش بکنید که دشمن می‌خواد بیاد به ما حمله بکنه یا آفت هوایی انجام بده. فرضاً بکنید که یک اسکادران داره میبره به سمت تأسیسات اتمی، یه اسکادران باید بیاد که مثل فیلم تاپگان موریک قهرمان بازی در بیاره و بیاد پایگاه های ما رو بزن. حتی اگه فرض بکنیم که اینا بخواد تو اون شرایط ابتدا بزن که خب میان پایگاه ها و شیلترهای پایگاه ها و باند پایگاه رو میزنن و اگر از قبل برنامه داشته باشن و ماهواره هاشون تصاویر مناسبی گرفته باشه و تو بریفینگ و توجیه عملیاتی بدونن بخوام به کجا حمله بکنن، دور تا دور این منطقه رینگ پدافندی هست و کار واسه اینا سخت میکنه که اینا اینجوری هم راحت نیستش که همه خروجی ها رو بخوام ببینن، همه خروجی ها رو بخوام بزنن و از اون شرایطی که منفعتی بخواد برسونی پایگاه بخواد ثابت بکنن. این شما میگید درسته، نقطه ضعف و چشم اسفندیار این پایگاه اینه، اما با خروجی های متعدد و در دل دره ها و جاهایی که دسترسی بهش بسیار سخت باشه این کار رو برای دشمن پیچیده میکنن. تصور داشته باشید که دور تا دور این منطقه رینگ های گوناگون پدافندی راداری و موشکی هست، باز هم کار رو واسه مهاجم بسیار پیچیده و سخت میکنه. اینها مجموعه عواملی هستش که این ریسک رو میاره پایین، ضمن این که مهندسی رزمی در این پایگاه ها حضور داره، همونجوری که گفتم یک پایگاه کاملا خود اتکا است
و اگر اینا در موج اول حمله بیان مثلا خروجی ها رو بخوان از بین ببرن، به سرعت میتونه آوارمرداری بشه. تجهیزاتی هستش که موقتا میذارن روی این چاله ها و این آسیبایی که باد دیده اینا رو میپوشونه که بتونه جنگنده پرواز بکنه و ضربه دوم رو ما بزنیم، و توی دنیا این تجربه شده و ما هم داریم ازش استفاده میکنیم. کار بسیار بسیار سختی هستش و راحت نیست. به خاطر همین هم بسیاری از این پایگاه ها، چه حالا موشکی باشه، چه نیروی دریایی سپاه باشه، چه پهبادی و جنگنده‌ای باشه، خروجی های متعدد و در جاهایی که بسیار در دره ها اینا که از دید رادارها، از دید دوربین ها اینا مخفی باشه، و خروجی ها و ورودی ها هم با تورهای استتار اینا پوشیده شده است. به این راحتی ها نیستش. اما بس به اصطلاح این مزیت ها و برتری هایی که پایگاه های زیرزمینی دارن بسیار بسیار بیشتر از اون پایگاه های معمولی هست، چون پایگاه معمولی خیلی به راحتی و آسانی قابل شناسایی هستند و دیده میشند. خب ولی خب پایگاه زیرزمینی چون حالا دهانه ورود و خروج دارن، اون دهانه رو که بزنن دیگه خیلی از مسائل پیش میاد. حالا در همین هم بسیار متعدده و در جاهای کور قرار داره که اینا شناسایی براشون سخت باشه که از قبل بخوام بیان اونجا رو بزنن. مضافم برای اینکه بازم تاکید میکنم سامانهای پدافندی بسیار قدرتمندی همونجور که در پایگاه های روزمینی وجود داره، در دور تا دور پایگاه های زیرزمینی یا شهرهای در واقع نیروی هوایی وجود داره. البته نه از اون سامانهای پدافندی که این فیلم مبریک میبینیم. بحث دیگه ای که اینجا تو این بازی پیش اومده، صدا و سیما یک گفتگویی داشته با فرمانده نهاجا و میبینید که یک موشک بسیار غول‌پیکری بارگذاری شده بر روی جنگنده سوخوی 24. جالبه، ما توی کلیپ ها و تصاویر و پرتوها دیدیم که هم F-14 هم سوخوی، یعنی غول‌ترین هواپیماهای با سرنشین نهاجا که بال متحرک هستن، بالشون جمع و باز میشه، در این پایگاه وجود دارن، خیلی راحت میتونن رفت آمد بکنن. این تاسیس بسیار عظیم و شاهکار مهندسی در نوع خودش. و چیز جالبی که وجود داره، شما اندازه موشک رو ببینید در کنار گزارشگر و فرمانده نهاجا، ببینید چه کلاهک بزرگی رو میتونه به خودش هم بکنه. در برنامه‌های گذشته خب اینجا این موشک معرفی میشه، مثل موشک روی هواپیما برد بلند که نامش هم آصف هستش، اینجوری که خبرگزار اعلام کرده بودن. اگر فرتون پهدی رو نشون بدین، ما تاریخچه این رو بگیم، در برنامه گذشته اینا من از آرشیوهای برنامه های خودمون در آوردم، تو برنامه های گذشته حالا دیگه من موشک یا علی اینا رو معرفی نمی کنم، موشک کروز، موشک های هوا به هوا یا هوا به زمینی که هوشمند باشن و از 100 کیلومتر بیشتر برد داشته باشن رو در دنیا و کروزی پرواز بکنن بهش میگن موشک کروز. خب ما ابتدا میگم با ساختن و بارگذاری موشک های پادشناور یا ضد کشتی مثلا نور روی فانتوم آغاز کردیم که این موشک ها رو بتونیم، موشک های کروز رو برده بلند روی جنگنده های کشورمون نصب بکنیم. این پروژه جلوتر رفت و نصب هواپیمای و موشک های قادر و قدیری که وجود داره روی شناورهای ما، نمونه های هواپایش رو نیروهایی بتونه استفاده بکنه. پس از اون ما به سمت موشک های کروز بلندتر رفتیم که اینا همه سطح پرتاب بودن. حالا یا علی رو من دیگه اینجا تصویرش رو پرتابش نیاوردم، ولی اینجا سومار رو میبینید. سومار ما تو گذشته هم توضیح دادیم، اون تهش هم اگر میبینید اینا کشتی پرتاب باشن یا از زمین بخوام شلیک بشن، یه بوستر یا پیشران کمکی راکتی داره که باله های زوزنقهی بهش میگن هستش. این پس از این که این رو به یک سرعت حد سرعت کمینه مورد نیاز کرسون، این ازش جدا میشه و اگر دقت بکنید زیر این موشک یک پیشران مینی توربوفن، میکرو توربوفن هست. این موشک خواه 55
در واقع ساخت جمعی شنبی پاسخی بوده به موشک های تماهاک ایالات متحده و گزارش هم بوده زمانی که اوکراین رو داشتن خل سلاح هسته‌ای میکردن بسیاری از این موشک ها در زرادخانه اونا بوده. حالا البته بعضی ها مورزانه یا حالا اطلاعاتی که داشتن میگفتن حتی با کلاک هسته‌ای فروخته شده به ایران، مورد تایید هیچ قرار نگرفته، ولی خب این مسلمه که یک سری از این موشک ها رو ما وارد کردیم تو دهه 70 و در دهه 80 تونستیم با مهندسی واژگون اینها رو بسازیم. نخستین محصولی که ما ساختیم سومار بوده که الان در این تصویر میبینید، آرم صنایع هوافضا هم هست. در ابتدای دهه 90 این معرفی شده، انگار اسم پروژه ابتدا هم مشکات بوده که اون دانشمند صنعت موشکی اسرائیل یوزی رابین در موردش صحبت میکرد و اینا، که میگفت من به احترام دانشمندان و متخصصین یعنی کلاه رو از سرم بر میدارم، در مورد این پروژه داشته صحبت میکرده و بسیار از همون موقع باعث وحشت اسرائیلیا شده بوده. پس از این ما فرتول بعدی رو نشون بدید، موشک قویزه رو داریم از همین خانواده، حالا با همون فرتولی که این دوتا زیر هم هستن پیدا نکردن، این موتور طلوع 4 که توی پهپاد کرار استفاده میشه، توی موشک های دیگه‌مون استفاده میشده، چون خودش خوب نشون داده و ساخت میکرو توربوفن خیلی پیچیده تر بوده، ما این موتور رو در این موشک هویزه نصب کردیم. این هم نگاه کنید بخش انتهاییش باز یک بوستر راکتی داره، این رو شلیک میکنه بعد ازش جدا میشه، ادامه مسیر این با سوخت خودش و اون پیشران میکرو توربوجت ادامه میده. اگر بخوایم نگاه بکنیم خا55 رو بخوایم ببینیم، 400 و بیش از 400 کیلوگرم کلاهک داشته، 2500 کیلومتر برد داشته، نمونه هایی بوده که حتی به 3000 کیلومتر هم میرسیده. خب اینجا البته چون توربوجت شده پیشران، یه خود برد مسافتیش اومده پایین و زیر 2000 کیلومتر، بالای 1000 کیلومتر، زیر 2000 کیلومتر برد این موشک تو رسانه، البته خب در یکی جا اعلام نشده. قرار بوده که اینها یه نمونه دریایی هم که میدونید از همین خانواده به اسم ابو مهدی مهندس ساخته شده که برای زدن شناورهای سطحی دشمن هست، اینا برای زدن تأسیسات در عمق خاک دشمنه، ولی فرزند سوم این خانواده ابو مهدی مهندس برای زدن شناورها در بردهای بالا هست که برنامه هستش در ارتش و در سپاه توی شناورهای بزرگ پشتیبانی یا شناورهای کلاس سردار باقری یا ناوبندرهای مکران نمونه های بعدی که قرار مسلح به موشک باشن، یه سری از موشک ها موشک های ابو مهدی مهندس باشن. اما پارسا پاییز اگه یادتون باشه ما یه برنامه گذاشتیم که توی بازدیدی که معاون سردار باقری داشتن جنگنده نیروی هوایی رو میبینیم، یک موشک بسیار غول‌پیکر و نوشته برد بلند. خب از سامانه عرابه جلوی جنگنده مشخصه که سوخو 24 ما موقع تو اون برنامه گفتیم و همون موقع گفتیم این فرتوله رو من از اونجا آوردم که احتمالاً از خانواده سومار و هویزه باشه. مسئله‌ای که وجود داره در اینجا، ما باید این رو بدونیم که وقتی این موشک ها حالا چه سپرتاب دریا پایه باشن چه زمین پایه، خب برای اینکه به یک ارتفاعی برسن یک توانی رو یه پیشران راکتی میاره و ما بقیش رو اینا بخوان برن، اما وقتی هوا پایه باشه نیاز به اون پیشران راکتی نداره و بحث ارتفاع و اون مسائل ابتدایی رو جنگنده داره همکاره. پس برد این موشک بسیار بیشتر از نمونه های سطح پایه خواهد بود و این خیلی دست بلندی رو توی بحث مهمات به نیروی هوایی ما میده که از اعماق خاک خودمون، آخه بعضی وقتا صحبت میشه، بعضی از ساده اندیشان میگن خب جنگنده های ما قدیمیه، ما بخوایم بریم سمت اسرائیل بخوایم اونجا تاسیسات بزنیم، اونا جنگنده های مدرن دارن، جنگنده های پدافندیشون بلند میشن
و رهگیری میکنن، جنگنده های شکاریشون رهگیری میکنن بمب افکن های سخو 24 رو. درسته بمب افکن سخو 24 یک بمب افکن سنگین هست، جنگنده بمب افکن سنگین است، بمب افکن جنگنده بمب افکن سنگین هست و برای بردهای بلند، بمباران در بردهای بلند طراحی شده در ارتفاع پست. خود این شناساییش رو سخت میکنه برای دشمن، چون رادار آف سایت داره میاد دیگه. اما ما همون موقع هم میگفتیم اینقدر تاکتیک ها بروز شده، مدرن شده، شرایط تغییر کرده، تجهیزات جدیدتری اومده، مهمات جدیدتری. یکی از این مهمات ها اینه، ما تو برنامه گفته بودیم حالا امروز که رسما رونمایی شده و نامش هم مشخص شده، فکرشو بکنید اگر پرتوی بعدی رو نشون بدید، یک جا هستش که داره نشون میده رنج این موشک 3000 کیلومتر و بله اینجا ببینید اون گوشه نوشته 3000 کیلومتر زیر سومار، تا موشک سیاه رنگی که یکی از پهلوی یکی از بالا زده 3000 و دایره ای که به شعاع 3000 کیلومتری میتونه بره، ببینید تا کجاها میتونه بره، در کاملا غرب آسیا رو پوشش میده و از عمق پاکمون میتونیم چه بخش گسترده ای رو ما مورد آفند قرار بدیم. بحث بعدی که وجود داره، این جنگنده هر چقدر مسیرش رو ادامه بده به برد این موشک هم اضافه میشه. شما فکرشو بکنید خود جنگنده 3000 کیلومتر 2000 خورده ای تا 3000 کیلومتر برد داره. جنگنده بسیار پهپیکریه توی حوزه جنگنده ها بخواییم بگیم، سخو 24 خیلی بزرگه و سوختگیری هوایی هم بخواد بکنه که در کشور ما چون سوخت‌رسان شرقی نداریم، سوخت 24 به سوخت 24 سوخت‌رسانی می‌کنه. این سوخت‌رسانی هم انجام بشه هنوز به برد این اضافه میشه. خب شما مثلا فکر کن 3000 کیلومتر 4000 کیلومتر این جنگنده مسیرش بره، بعد از اونجا این موشک هوا به زمین برد بلند و راهبردی کروز رو شلیک بکنه. اولا ما با یک موشک کروز داریم یک در واقع نبرد میانکاری رو هدایت میکنیم و مدیریت میکنیم. خب میدونید که موشک های بالستیک بار پیما دارن، ولی موشک های کروز هنوز وارد این حوزه نشدن، اما با توانمندی های حامل این موشک تو بخش هوا پایی که اون جنگنده برده بلند هست، در واقع میشه این چنین چیزی رو تو حوزه کروز هم شبیه سازی کرد. یه چیز دیگه که باز خیلی باید مورد توجه قرار بگیره این هستش که تنوع این خانواده بسیار جالبه. دو تا نمونه زمین پایه و یک نمونه دریا پایه و یک نمونه هوا پایه که البته این میتونه متصور باشه بعدها ابو مهدی مهندس هم که در واقع موشکی از این خانواده است برای زدن شناورها، این رو هم بشه نمونه هوا پایش رو ساخت. در واقع سخو 24 های ما میتونن هم مسلح باشن به دو تیر موشک این خانواده که یکیش برای زدن شناورهای دشمن هست و یکیش برای زدن تأسیسات راهبردی دشمن در عمق خاک خودش. میتونه یه جنگنده کاملا نمونه پادشناور را هم بکنه یا نمونه نفوذ به عمق خاک دشمن، یه ترکیبی از اینها. بسیار کلاهک زیادی با خودش هم میکنه، برد بالایی که داره این رو یک اسلحه بسیار کاربردی نشون میده. اینجا باز از پشت سوار رو میبینید که چجوری این بوستر راکتی بهش وصله که بالچه‌های زوزنقه‌ای اصطلاحا میگن داره و ازش جدا میشه. بعد ادامه بدنه خود موشک رو میبینیم که جالب انتهای این موشک هم بالچه‌ها و دم یه جوری طراحی شده که انگار هواپیماه نه موشک. اینم یه بحثی که خیلی این موشک رو راهبردی میکنه و کاربردی میکنه. بعدی هم نشون بدید که دوباره باز اندازه این رو نشون میده که چه موشک بزرگی هستش. پرسشی هست که این حوزه من در خدمتم. این بحثی بود که حالا دوستان از یک سال پیش ما این فرتور رو دیدیم، جلو جلو به دوستان گفته بودیم که از چه خانواده ای هست و روی چه جنگنده ای سوار میشه و درستی تحلیل ما هم در اومد. بسیار بسیار سپاسگزاریم کدوان گرامی. من دیگه اگر نرفته توی این بخش یه چیزی هم بگم. ببینید حتما ما باید توی حوزه خرید
35 که داریم انجام میدیم، حتما باید کاری بکنیم که این تسلیحات بومی که داریم میسازیم، یعنی ایران باید این توانمندی رو به این جنگنده ها بده که تسلیحات و مهمات بومی ما رو هم بکنه. و باز چه بهتر که اساسا ما یه بخشی از قرارداد خرید رو انتقال فناوری و تولید داخل، چون تعارف که نداریم، نیروی هوایی ما نیازمند بازسازی و نوسازی هست و بروزرسانی هایی که تو پروژه های مختلفی که ما در موردش برنامه ساختیم روی F-14 تامکت و F-4 فانتوم توضیحاتش هم دادیم، اینها دیگه تا 1410 همونطوری که تو برنامه های پیشین گفته بودیم تا اون زمان این ارتباط پاسخ میده. از یه جایی به بعد دیگه جنگنده با خود خستگی فلز و اینا، گرچه شما زیر سیستم و اینا رو بخواید ارتقا بدید، با اینکه بسیار نمره قبولی میگیرن نهاجای ما، صنایع هوایی ما، شما مقایسه میکنید با نیروی هوایی بسیار بزرگ، ثروتمند و قدرتمند هند، همیشه گله میکنن توی حوزه نگهداری، تو حوزه حالا چه آموزش، چه تو حوزه نگهداری و چه تو حوزه آموزش نگهداری، توی همه اینا توی پروسه استاندارد سازی، تو روند پوزش میخوام واژه بیگانه بکنم، تو روند استاندارد سازیش اینا واقعا مشکل دارن، با اینکه تحریم هم نیستن. ولی نیروی هوایی ما رو ببینید، طیف اصلا کلا بخش پرنده های نیروی مسلح، چه بال ثابت چه بالگردان چه پهپادیشو ببینید، چه تو حوزه های نیروی مسلح یا غیر نظامی ببینید، با این ناوگان بزرگ بالگردی که ما داریم، با این ناوگان بزرگ هواپیماهای جنگنده ترابر اینا و تحریمی که هست و 8 سال جنگ فرسوده‌ای که این جنگنده ها گذروندن، چون یه سریشون غنیمتی از عراق هن دیگه، اونا هم برقدر داشتن با ما می جنگیدن دیگه، اینا باید خستگی فلز دارن و باز میبینید چقدر ما نمره قبولی میگیریم، تلفات چقدر کمه، اینا به خاطر اون کیفیت در آموزش و استانداردسازی صنایع دفاعی پشتیبانی که تو بازاماتهایی که ساعتهای بالا هستش دیگه، کامل باید بازامات بشه، همه چی باید اصلا جدا بشه و اگر نیاز هست قطعات تعویض بشه و دوباره سرهم بندی بشه، نمره قبولی میگیرن. ولی از یه جای دیگه ناکام واقعا فرسوده هست و باید جا به جا بشه. خب برای برای F7 ها و برای F5 ها ما میتونیم گسر رو داشته باشیم، ولی برای فانتوم به عنوان یکی از جنگنده‌هایی که ستون فقرات نیروی هوایی ما هست و F14 تامکت، ما نیاز به این خرید یا حالا تولید داخل، تولید داخل هم از لحاظ زمانی هزینه برای، هم از لحاظ مالی، به خاطر همین ما باید یک روح تازه‌ای در نیروی هوایی خودمون بدمیم و جنگنده از خارج بیاریم، جنگنده های سقوی پلانکر، خانواده پلانکر، اونم نوین ترین نمونه شون که 35 هست بسیار میتونه موثر باشه. ولی این مسائل رو ما باید به نظر قرار بدیم که هم یک بخشی از این خرید در داخل تولید بشه، تجربه هایی وجود داشته، حالا موفق یا ناموفق، چین بسیار موفق عمل کرد در تولید خانواده پلانکر، ولی هند یه خورده مشکل داشتن، اصرار داشتش که اویونی که پروازی ایناش مال بومی هند باشه، که شرکت پارسیان هند، زرتشتی هند، شرکت تاتا ایندیکا که تولید کننده خودرو و صنایع فولادین است، وارد حوزه فناوری هم شده، فناوری اطلاعات، این بخش اویونی پروازیش رو اینا انجام دادن، ولی خب یه خورده انگار خوب نتونستن اون روند رو طی بکنن و کیفیتش خورده بعد قدم قانع شدن، ولی چینی ها قانع نشدن به اون مرحله، دلروده این فناوری رو دروردن، از روش J11 ساختن، از روش J16 ساختن که در واقع یکیش سوکو 27 بومی چین هست و دیگری سوکو 30 بومی چین هست. این مسئله که ما باید ببینیم که چرا اون ناموفق بوده، چرا چینی ها موفق بودن و ما این مسیر رو طی بکنیم و در ابتدایی که این جنگنده ها وارد میشن بتونن طیف گسترده‌ای از مهماتی که ما از خود روس‌ها داریم می‌خریم و مهماتی که خودمون تولید کردیم. ببینید مسلماً سری مهمات بمب‌های سقوط آزاد سری کاب، حالا آمریکایی‌ها سری مارک هم، به مهمات بمب‌های سقوط آزاد روسی میگن کاب، CUB،
اینا رو ما واقعا نیاز نداریم. ما توی یه بخشای اتفاقا خیلی بهتریم، هم مهمات صعود آزاد در واقع بونی شده سری مارک رو ما میتونیم داریم تولید بکنیم، هم انواع اقسام بمب های هدایت دقیق، بمب های کم قطر اسپیدی که برنامه‌شو ساختیم. اینا اصلا اسپیدی روسا ندارن، اون سری یه برنامه هم پوش مدیا بچه‌ها ترجمه کرده بودن، زحمت کشیده بودن که اتفاقا داره به این حوزه اشاره میکنه، میگه ما تو این حوزه ایرانی ها رو باید دوباره شناخت. اینا توی حوزه هایی هستن که اصلا ما باید واردش نشده و این همکاری های دفاعی داشت گفت چقدر میتونه برای اونا مفید باشه. خب ما اینا رو داریم و اصلا به نظر من نیازی نیستش که سری کاپ رو بیاریم، ولی مهمات هایی رو ازشون بگیریم که مثلا مهمات ضد رادارشون رو بگیریم، اینجور چیزا رو باید بگیریم و کاری بکنیم که همونطور که گفتم توانمندی حمل طیفی از مهمات روسی و بومیمون رو بتونه هم. بسیار بسیار عالی. خب به پایان بخش دوم میرسیم و بخش سوم رو تا چند لحظه دیگه آغاز میکنیم. خب تا شما یک آبی بنوشید و